و از طریق مایع منی و حتی پیشابی که فرد داره بیماری هایی که از طریق مایعات بدن منتقل میشن مثل HIV هستش و گنوره و کلامیدیا، اینا بیماری هایی هستش که میتونه از طریق خوردن مایع منی فردی که این آلودگی رو داره به طرف مقابلش منتقل بشه. بنابراین شما باید حتما اطمینان داشته باشید که شریک جنسیتون از سلامت جنسی، یعنی از سلامت بیماری های مقاربتی خیالتون راحت باشه و حتی برای سکس دهانی اگر که میخواید سکس دهانی داشته باشید اینو در نظر داشته باشید که از طریق پوست به پوست میتونه این بیماری ها منتقل بشه و بنابراین خیلی مهمه که شما از کاندوم استفاده بکنید و با شرکای جنسی زیادی رابطه نداشته باشید تا این بیماری ها بهتون منتقل نشه. خب سوال دیگه رو عنوان کردن که البته اینو خدمتون بگم که در بعضی از گزارشات اومده که و البته خیلی معدود بوده که افرادی که مایع منی رو خوردن دچار اسهال و دلدرد شدن. البته این گزارشات خیلی معدود بوده ولی خب گفتم که خدمتون عرض بکنم تا این مسئله رو هم در نظر داشته باشید و در خصوص سیکس دهانی دقت داشته باشید و یا خوردن منی همونطور که همیشه خدمتون گفتم رضایت زوجین برای این مسئله بسیار مهم هستش. اگر کسی نسبت به این مسئله چندشش میشه یا دوست نداره این اتفاق بیفته نباید به شریک جنسیتون فشار بیارید از این منظر چون نسبت به روابط جنسی سخت